خوش اومدین به هارد من استیون ساکر هستم. دونالد ترامپ گفته نمیدونه که محمد بن سلمان ولیعت عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقچی رو داده یا نه. راستش به نظر میاد اصلا براش مهم نیست میشه حد که قاعدتا به صدها روحانی روشنفک و فعالی هم که اسیر نیروهای امنیتی محمد بن سلمان هستن اهمیتی نمیده مهمان امروز من عبدالله العوده یک عربستانی تبعیدیه که پدرش با اتهاماتی روبروز که میتونه منجر به اعدامش بشه آیا هیچ کس یا هیچ چیزی میتونه اقتدارگرایی حکومت سعودی رو به چالش بکشه عبدالله, العوده خوش اومدیم به هارتاک و ممنونم که از شیکاگو در برنامه حاضر شدیم ممنونم که دعوتم هم کردین بذاریم با موضوع این دو ماهی که برای کسانی مثل شما که جمال خاشخچی نویسنده و نگار عربستانی رو میشناختن فراموش نشدنی و ترسناک بوده شروع کنیم آیا هنوز هم از اون چی که بر سرش اومد بخصده و شکه هستین؟ and what happened to him. Yes, I'm absolutely shocked. بله کاملا به زدم قتل وحشیانه جمال خاشقجی روزنامه نگار کوهنکار و چهره شناخته شده سعودی واقعا از هر نظر ناراحت کننده و وحشتناک بود. شما وجه اشتراک هایی با هم داشتین هر دوتاتون احساس میکنین که دیگه نمیتونین تو کشور خودتون عربستان سعودی زندگی کنین و به همین دلیل به آمریکا رفتین میدونم که بارها با هم صحبت کرده بودین هر دوتاتون به شدت سیاسی بودین و هر دو نقطه نظراتی درباره نیاز به اصلاحات در عربستان داشتین فکر میکنین در قبال تهدیدی که از طرف مقام های عربستانی متوجه امنیتش بود سحلنگاری کرد؟ His security چندین بار درباره تهدیدهایی که شده بود صحبت کرد. یک بار بهش گفته بودن که باید برگرده به عربستان سعودی. But, put your mind... اما فرض کنیم برگردیم به قبل از دوم اکتبر. اگه شما بودین حاضر بودین وارد یک ساختمان دیپلماتیک عربستان بشین یا همچین کاری را زیادی خطرناک میدونستین؟ من بودم تردید می کردم ولی خب اگه مثل جمال اون همه آشنا و ارتباط و امید داشتم ممکن بود همون راه برم بنابراین برای کسی مثل جمال با توجه به ارتباطاتش و در نظر داشتن نحوه برخورد سفیر عربستان در واشنگتن باهاش یا وقتی که یه مقام رسمی زنگ زده بود و حتی بهش پیشنهاد کار داده بود و خلاصه چندین بار بهش امید داده بودند اگه همه اینا رو در نظر بگیریم اون وقت آره شاید اگه من هم جاش بودم گول می‌خوردم در حال حاضر عمده تمرکز روی پیدا کردن ردیه که احتمالا مسئولیت این قطر رو مستقیما متوجه محمد بن سلمان ولیعت عربستان بکنه نیویورک تایمز بر اساس اطلاعاتی که ظاهرا از گزارش CIA درس کرده میگه دستور این کار مستقیما از طرف محمد بن سلمان صادر شده بوده از اون طرف دونالد ترامپ گفته نمیدونیم چی شده شاید بن سلمان میدونسته شاید هم نمیدونسته شاید هم هیچ وقت نفهمید شما چی فکر میکنید We don't know. Maybe he knew, maybe he didn't, and maybe we'll never find out. What do you think? Well, I think. Uh... <applause> به نظرم گفتن این که شاید هیچ وقت نفهمیم راهی برای تفره رفتن و فرار از معرفی مسئول این جنایت فجیه نمیخواد جلوی مردم اعلام کنی که کار کی بوده و چرا و کی و کجا این کار کرده بنابراین داره از اعلام اسم و جایگاه مسئول شونه خالی میکنه این یه نکته اما نکته دوم اگه بخوایم ببینیم کار کی بوده کافی رد ها رو دنبال کنیم کی پدر من رو که دیدگاهی مشابه جمال خاشقجی داره به اعدام محکوم کرد چه کسی گروهی از فعال های فمینیست رو به خاطر فعالیت های مسالمت بازداشت کرد و به اعدام یا حبس ابد تهدیدشون کرد؟ کی بود که نخست وزیری کشور خارجی رو در عربستان گروگان گرفت و حبس خانگی کرد؟ کی بود که حمله به یمن رو شروع کرد و رابطه با قطر رو؟ عبدالله شما دارین سوالات زیادی رو مطرح میکنید. اما جوابتون چیه؟ خب جواب من اینه که همون کسی که پشت همه این کارهای شنی بوده مسئول قتل جمال خاشخجی هم هست خب کی؟ بهتر بیننده ها خودشون تصمیم بگیرن خب مشخصی که نمیخوایم مستقیما جواب بدیم ولی روشنه که منظورتون محمد بن سلمانه متوجه هستم و میدونم که در موقعیت حساسی هستیم و اتفاقا این از مواردی که میخوام در موردش صحبت کنیم چون به تازگی وزیر خارجه عربستان در گفتگو با بی بی سی گفته خادمین حرمین شریفین ملک سلمان و ولیعتش محمد بن سلمان خط قرمز ما هستند و این دو به گفته او نماینده همه عربستانی هستند و تک تک شهروندان عربستان هم نماینده اونها تاکید کرد که هیچ بحثی رو که به شهرت پادشاه یا ولیت لطمه بزنه تحمل نمی کنند. آیا این حرفها به نوعی شما را مرعوب کرده بله معلومه بذارین بهتون بگم خط قرمز یعنی چی؟ خط قرمز یعنی کشتن یه روزنامه نگار یعنی سازماندهی حمله به غیر نظامی ها. یعنی دنبال کردن حکم اعدام برای فعالان مسالمت جو خط قرمز یعنی صدور حکم حبس ابد برای فعالان فمینیست یا مدافعان حقوق بشر اینا خط قرمز های واقعی هستند که باید با تضمین حقوق بشر و آزادی های اولیه برای مردم عربستان تنظیم بشن اینها خطوط قرمز واقعی هستند که اگه کسی ازشون عبور کنه باید مسئولیتش رو بپذیره. So your وضعیت خود شما به شدت ذهنم رو درگیر کرده. دارین از آمریکا صحبت میکنید. الان تو شیکاگو هستید. ولی میدونم که هر ساعت و هر روزتون با یاد پدرتون سلمان العوده میگذره مردی که با اتهام ارتباط با تروریسم و افرادگرایی در عربستان زندانیه و ممکنه اعدام بشه با توجه به شرایط خودتون و خانوادهتون اوضاع عربستان رو چطور توصیف میکنید کن و وقتی میگن یه نفر خط قرمز ماست معنیش اینه که اون فرد هر کاری که بکنه یا به دست داشتن در هر جنایتی که متهم بشه مسئول نیست و چون خط قرمزمونه پس نمیتونیم مسئولیتی رو متوجهش کنیم آیا شما یا بستگانتون تونستین اخیرا با پدرتون صحبت کنین؟ با هاش صحبت کردن وضعیت جسمیش به خاطر مجموعی از بدرفتاری ها بدتر شده مدت از خواب محرومش کرده بودن. از ساده ترین امکانات درمانی محروم بوده. مدتها دستبند و پابند داشته و بهش چشم بند زده بودند. برای بیشتر از 24 ساعت پشت سر هم بازجویی می شده. که خب هیچ یک از قوانین بین المللی چنین کاری رو مجاز نمی دونن. بهش اتهامات بی اساس دادن و منتقلش کردن به دادگاه نمایشی و سی اتهام به زدن. از جمله به سخره گرفتن دستاوردهای دولت، دعا نکردن برای پادشاه، انتقال پیام با هدف ایجاد شورش علیه دولت و چیزهای از این نات and things این برنامه ممکنه با پرونده پدرتون آشنا نباشند پدرتون در عربستان شخصیت شناخته شده ایه. روحانی و روشن فکره. پیشتر هم مشکلاتی با نیروهای امنیتی داشته. در سالهای دهه 1990 چندین سال زندانی بوده. چون میگفتن خطرناکه و با اخوان المسلمین در ارتباطه. در مقطعی اسامه بن لادن ازش تمجید کرده بوده. ولی در سالهای اخیر مشوق اصلاحات بوده و از پژوهشگران ترقی خواهه ضمن اینکه به نظر میاد از صداهای منتقد سیاست خارجی عربستان از جمله در زمینه منظوی کردن قطر بوده بنابراین به نظر میاد مسائل مختلفی میتونسته باعث گرفتاری و متهم شدن و چه بسا مواجه شدن پدرتون با حکم اعدام بشه به نظر خود شما چه چیزی در سال گذشته باعث شده که مقامهای امنیتی بازداشتش کنند؟ یک دلیلش اینه که از محبوبیتی برخورداره که حکومت ازش محرومه فقط یه مثال میزنم براتون پدرم روی توییتر 14 میلیون دنبال کننده داره یعنی دو برابر پادشاه بنابراین محبوبیت و مشروعیتش در بین مردم از دلایلی بود که حکومت رو شاکی کرده بود. اگر ازم بپرسین منظورم از مشروعیت چیه؟ باید بگم خب با وجود اینکه سابقه این مذهبی داشته ولی دو عامل رو با هم ترکیب کرد. در این حالی که سابقه و تحصیلات مذهبی داشت، رویکرد دموکراتیک و نگاه تجدد خواهانه رو هم پذیرفته. و تبلیغ و ترویج میکرد. خب، از نظر حکومت و حاکمان مستبد در عربستان، فردی که همه این ویژگی ها رو داشته باشه، تهدید محسوب میشه. چون میتونه فرش رو از زیر پای هر رهبر مستبدی بکشه. سال 2011 یک بیانیه یا تومار یک صفحه‌ای منتشر کرد که همون موقع 18 هزار نفر از شهروندان سعودی امضاش کردند. این نامه خطاب به نهادهای حکومتی بود و خواستار ایجاد نهادهای جامعه مدنی، تزمین و آزادی های مدنی، حمایت از اقلیت ها، توانمندسازی زنان و مهمتر از همه، انتخابی شدن شورای مشورتی شده بود. شورایی که شبیه پارلمانه ولی در حال حاضر خود پادشاه از آش رو منصوب میکنه uh, like -like right as well as your... اما به نظر میاد موضوع کلیدی که خود شما هم مثل پدرتون اخیرا به شدت روش پافشاری کردین نیاز عربستان برای حرکت به سمت نوعی پادشاهی پارلمانی یا مشروط است در ماهای اخیر به شدت از اونچه که شتاب گرفتن حرکت حکومت عربستان به سمت استبداد و مطلق گرایی به رهبری محمد بن سلمان میدونید انتقاد کردیم شما گفتین محمد بن سلمان نشون داده که میخواد بیشتر از همه پادشاه قبلی آل سعود زمام حکومت را در دست خودش داشته باشه در این حال میدونید که ولیت در اوان سی سالگی مدرن سازی و تغییر چهره کشور رو به عنوان برنامه اصلی اعلام کرده. Well, um, you know, uh, he, uh, economy, right. خب بذارین براتون بگم وقتی که خواستار متنوع کردن اقتصاد عربستان شد درست میگه منتها این ایده رو از اقتصاددان های با سابقه ای مثل اسام زامل جمیل فارسی و برجس برجس گرفته بود که در حال حاضر به خاطر دیدگاه های اقتصادشون زندانی هستند وقتی از اصلاحات اجتماعی و حق رانندگی زنان حرف میزد در واقع داشت ایده های زنانی مثل عزیز یوسف لوجین هزلول و دیگران رو تکرار میکرد که اونها هم به خاطر نگاهشون زندانی هستند ایده و صحبت از اسلام میانه و اعتدالی رو هم از پدرم و دوستانش گرفت و خودشون رو انداخت تو زندان. داره از این به اصطلاح اصلاحات به شکل خیلی سطحی به عنوان ابزاری برای روابط عمومی و تبلیغات در مقابل غرب استفاده میکنه. و میخواد از ناگاهی اونها از ساختار درونی و تنوع جامعه سعودی به سود خودش استفاده کنه. میفهمم. <ناعملت و śripting> <تصبح> متوجه نکتتون هستم. میدونم که این موضوع خیلی شخصیه و متوجهم که تمام مدت ذهنتون درگیر شرایط و سرنوشت پدرتونه. اما موضوعی هست که نظر خیلی از تحریگرهای عربستان سعودی رو به خودش جلب کرده اونا میگن با توجه به ساختار حکومتی که در عربستان وجود داره تنها راه ایجاد تغییرات درونی اینه که یک نفر همه اهرم‌های قدرت رو در اختیار بگیره و تغییرات رو با اتکاب قدرتش و به شیوه استبدادی اعمال کنه از پروفسور برنارد هکل استاد مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه پریستون نقل می کنم. البته این رو مدت ها قبل از قتل خاشقچی نوشته بود. ولی به هر حال درباره برنامه های اصلاحاتی ولیت نوشته واقعیت اینه که محمد بن سلمان داره با واقعیتی تخت در مورد عربستان سعودی سرکله کله میزنه. وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور رو به راه و قابل دوام نیست و حکومت پادشاهی داره رو به فاجعه میره. میگه پیامش ترکیبی از ملیگرایی استبدادی با عوامگراییه. از نظر هکل این شیوه راهی یا شاید تنها راه عملی برای تغییر دادن محافظ کاری اسلامی سنتیه این رو قبول ندارین؟ نه قبول ندارم. چون این همون حرفیه که بشار اسد وقتی به قدرت رسید زد. گفت میخواد کشورش رو مدرن کنه. گفت موانع و چالش های زیادی در پیش داره و برای غلبه بر اونا باید قدرت رو تمام و کمال در اختیار بگیره. این همون کاری که صدام حسین کرد و اولش تونست به همین شیوه متحدان قدرتمندی برای خودش دست و پا کنه. شاید چند دهه طول کشید تا بفهمن صدام حسین واقعا کی بوده. تا مدت ها جنایت میکرد تا اینکه به جایی رسید که دیگه نمیتونستن جنایتش رو تحمل کنند و از کنارش بگذرند. تازه اون موقع بود که فهمیدن این صدام حسینی که حالا میشناسیم از کجا اومد پس معتقد که شباعت مستقیم و بیواسطه بین محمد بن سلمان که تا دو سال پیش عزیز کرده قدرت های که غربی بود با صدام حسین، بشار اسد و حتی پدرش حافظ اسد وجود داره And Bashar بله قطعا همینطوره محمد بن سلمان دقیقا از همون ابزارهای تبلیغاتی و لواب تومی استفاده میکنه که اونها کرده بودن تلاش کرد قرب رو درباره روی کرد و برنامه های اصلاح طلبانش متقاعد کنه ولی همزمان همه قدرت رو در مشت خودش گرفت حتی اعضای خانواده خودش و سایر اعضای خاندان سلطنتی رو که رقیب خودش میدید سرکوب کرد بیشتر از همه کسانی رو سرکوب کرد که برنامه های واقعی داشتن و میتونستن هم با مردم هم با غرب رابطه برقرار کنن. عبدالله so, so, so strongly... با توجه به نگاه و احساسی که نسبت به این موضوع دارین واکنشتون به حرفای اخیر دونالد ترامپ چی بود؟ جایی که گفت هر اتفاقی که افتاده باشه و هر کسی که دستور قتل جمال خاشقجی رو داده باشه عربستان سعودی متحد و شریک ثابت قدم آمریکا باقی میمونه گفت این موضوع مربوط میشه به ارجعیت دادن به آمریکا و حاضر نیست با روی کردی احمقانه نسبت به عربستان اقتصاد کشور رو نابود کنه اشارش به معامله تسلیحاتی به ارزش 100 میلیارد دلار بود و البته نگاش به امکان بالقوه حضور شرکت آمریکایی در اجرای برنامه مدرن سازی عربستانه دونالد ترامپ متقاعد شده که به نفع آمریکاست پشت محمد بن سلمان رو خالی نکنه. فکر نمی کنم به نفع آمریکا باشه که همه تخم مرغاش رو در یه سبد بذاره و فقط به یک فرد قدرتمند تکیه کنه. ضمن اینکه همین فرد قدرتمند داره ثبات کل منطقه رو به خطر میندازه. از طرف دیگه به نفع آمریکا نیست که به اکثریت قریب به اتفاق اعضای خاندان سلطنتی عربستان بی‌اعتنایی کنه قطعا به سود آمریکا نیست که اجازه بده یه نفر عربستان سعودی و منطقه رو بی ثبات کنه به نفع آمریکا نیست که همه روابط خوبی که با عربستان داره رو به خطر بندازه اونم فقط به خاطر مستحکم کردن رابطهش با تنها یه نفر به جای اینکه به فکر ایجاد رابطه پایدار و دراز مدت با نهادهای عربستان خاندان سلطنتی کشور، مردم عربستان و به طور کلی ساختار کلی عربستان باشه. از خطرات حرف میزنید اما خطرات اون روی سکه چی؟ خطر تضعیف محمد بن سلمان و خارج شدن قدرت از دست خاندان سلطنتی و در نتیجه تقویت منافع منطقه‌ای ایران حالا در لبنان باشه یا یمن یا حوزه خلیج فارس به نظر میاد این همون دیدگاهی که دونالد ترامپ و مشاورانش در کاخ سفید دارن. واقعیت اینه که اونا به عربستان به عنوان یک شریک منطقه‌ای نیاز دارن و محمد بن سلمان رو به عنوان نماینده قدرتمند برای مقابله با منافع ایران می‌بینن. Well institutions royal family بین همه نهادهای عربستان و خاندان سلطنتی و مردم کشور بر سر اینکه ایران میتونه تهدیدی منطقه محسوب بشه و باید در قبال هر خطایی که میکنه مسئول شناخته بشه و باید جلوی دخالتش در سوریه و جاهای دیگه گرفته بشه اجماع و اتفاق نظر وجود داره از طرف دیگه عاقلانه نیست و به نفع منافع ملی و منافع استراتژیک آمریکا نیست که رابطش رو با یه نفر که میگه میتونه همه مشکلات رو حل کنه بیش از حد تقویت کنه اون هم کسی که در عمل میبینیم بیشتر مشکل ایجاد کرده تا اینکه مشکل ایران رو حل کرده باشه خب با توجه به چیزی که میگیم و در شرایطی که خودتون در تبعید در شیکاگو هستین آیا معتقدین که آمریکا باید بیشتر به عربستان سختگیری کنه و تحریم های بیشتری وضع کنه تا حالا 17 نفر رو تحریم کرده ولی آیا باید فراتر بره آیا میخواد فروش اسلحه به عربستان متوقف بشه چیزی که میخوام ببینم ایجاد یه رابطه مدت با مردم عربستان و نهادهای این کشوره. این از هر کار و تدبیر دیگهی مهمتر و ساده تره. ایجاد رابطه با مردم و نهادهای سعودی و بخش اصلی و قالب خاندان سلطنتی. به من میگن تو مخالف حکومتی. درست نیست. میگن مخالف خانواده سلطنتی هستی. درست نیست. میگن مخالف مردم سعودی هستی. خب من خودم یکی از مردم عربستان هستم و بارها نمایندگیشون کردم. ما تنها با یک نفر مخالفیم که با رفتار و عملکردش باعث بیثباتی عربستان شده بنابراین به نفع عربستان سعودی منطقه و آمریکاست که رابطه پایدار و دراز مدت ایجاد کنند می so the... میخوام گفتگو را با موضوعی که مربوط به شخص شماست به پایان ببرم پدرتون با اتهاماتی مواجهه که میتونه به اعدامش منجر بشه اینکه در چنین شرایط سختی دعوت من رو پذیرفتین خیلی ارزشمنده ولی فکر میکنین بهترین شانس و فرصتتون برای نجات جون پدرتون چیه؟ well, I believe, believe in من همیشه به فشار اعتقاد داشتم یکی از دلایلی که دادستان کل عربستان خواستار صدور حکم اعدام برای پدرم شده این بوده که پیام محکمی علیه هر کسی که حرف میزنه بفرسته. خب، جواب ما اینه که هر اتفاقی که بیفته ما همیچنان حرفمون رو میزنیم. پیام و ایده پدرم نمیمیره و همیشه باقی میمونه. پیام جمال خاشقجی همچنان باقی خواهد بود. ما همچنان برای آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق اولیه انسانی و برقراری دموکراسی در عربستان سعودی می جنگی. عبدالله العوده، ناچاریم که گفته گروه به پایان ببریم. ممنونم که در هارتاک شرکت کردین خیلی متشکرم.